سلام نوین بهادری هستم و خوش اومدین به اولین قسمت از سگمگ. خیلی کوتاه اگه بخوام بهتون بگم، هدف این برنامه اینه که کاری بکنه موزیکاتون سگ صدا بده، برعکس برنامه های دیگه که من خودم رو پیکچرم پیچه میکردم، این گوشه پایین میذاشتم بزرگ. تو این برنامه خیلی خودم رو کوچولو یه جایی میذارم که اصلا حواسا پرت نشه و بیشتر اون صفحه مانیتور من رو داشته باشین که من دقیقا دارم چی کار میکنم. سر همینم یه سری جاها زوم میکنیم روی یه سری چیزا، به خاطر اینکه مهمه و دیتیل خیلی مهمه اینجا، به خاطر همین کلا نمیخوام حواسا پرت بشه. تو قدم اول شما نیاز داریم به سمپل پک، سمپل پک هایی که شخصی سازی شدن، یعنی سمپلی که مال شماست، مثل کاری که تو تمام دنیا انجام میدن. تو دنیا اینجوری نیست که پک ها رو دانلود کنن، حالا یه سری پک های جدید اینجوری اینا، بعد همون پک رو بچینن و بدن بیرون. خیلی این اتفاق میفته، ولی معمولا آدمای حرفه‌ای و این بیزینس، چون یه جور بیزینسه موزیک الکترونیک، و تو این بیزینس احترام خیلی زیادی به آدمهای قائلن که از اول از پایه به صورت شخصی سازی شده دارن یه کار رو میزنن. مثلا بر حسب مثال الکترونیک دنس، تو این سبک فکر میکنم ماهی 100 تا موزیک میاد بیرون، ولی به جرئت میتونم بگم هیچ کدومشون هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، جز این که فقط تمپوهاشون ممکنه نزدیک به هم باشه. اصلا فازایی نیست که از رو هم برداشته شده باشن یا حتی از رو هم الگو گرفته باشن، به خاطر اینکه از پای از همون اول کارهایی که میکنن، جنسایی که میسازن، هیچ کسی با هیچ کس دیگه توی این قضیه مساوی نیست. یعنی همه نمیرن از یه جای چیزی بردارن، هر کی هر چی دم دستشه و اون جنسایی که برمی‌دارن میارن و نسبت به شنیدارشون، نسبت به سلیقه‌شون دیزاین میکنن. به خاطر همین امکان نداره دو نفر یه سری جنس بسازن که خیلی شبیه هم باشه. این اتفاق میفته که یه سری آدم ها این کارو میکنن، موزیکای خفن میسازن، یه سری آدم های ضعیفتر، کسایی که بلد نیستن، آماتورترن، میان از روی این آدم ها میسازن، یعنی موزیکاشونو میان از روی اینا میزنن، کپی میکنن، که قطعا هیچ وقت مثل اونا با صدا نمیده، بخاطر اینکه اون آدم ها خودشونن و هیچ کس نمیتونه ادای کسی دیگر رو مثل خود اون طرف در بیاره، میدونی؟ خب پس چی شد؟ اولین فاکتوری که ما نیاز داریم سمپل پک خودمونه، چیزی که خودمون مال خودمون باشه. برای ساختن سمپل پک خب کلن اجزایی که ما می‌خوایم بیاریم، چند تا اجزای مهم می‌خوایم دیگه، مثل کلب، مثل کیک، مثل اسنیر، مثل های هات، اینجور چیزا. اکثر پرودوسرای خفن، آدمای صاحب سبک، سمپل پکاشون رو از توی وی اس تی، اصلا خود همون سمپل پکی که شما خریداری می‌کنید، اینجوری به دستتون میرسه. یعنی یه سری آدم میان از توی وی اس تی هایی که سمپل پک گذاشتن توش، برمی‌دارن، شخصی سازیش می‌کنن و اینو توی سمپل پکاشون قرار میدن. یعنی در اصل اصول این قضیه اینه. حالا آدمای حرفه‌ای معمولاً یه جایی دارن، یعنی یه وی اس تی دارن که با اون ممکنه شروع کرده باشن، یا یه وی اس تی که خیلی باهاش کار می‌کنن. هر کسی یه جایی هست که میره از تو اونجا جنسای مادر برمیداره. کاری که من میکنم و جنسایی که من برمیدارم، من قبلا از جاهای دیگه برمیداشتم، ولی الان تقریبا یکی دو ساله که از لدال برمیدارم. لدال یه وی اس تیه که تقریبا همه جنسایی که شما نیاز دارید ولی به صورت مادر توش هست، یعنی یه بیسی که ساب خوبی داشته باشه، یه بیسی که بیس خوبی داشته باشه، حالا سه تا دیگه لیر بشه روش جنس اصلی رو تشکیل بده، ولی مادر داره کارو تموم میکنه. یعنی اون بادی، اون اسکلتی که داری میسازی از توی لدال من برمیدارم، یعنی اسکلتی که میسازم از توی لدال. حالا ما میخوایم بیایم اینجا برای ساختن اولین و مهمترین پارامتر، یعنی میتونم بگم اجزا توی کارمون که کیک میشه، میام توی یوزر لایبرریاش که لایبرری خودش، یعنی خودشو نصب میکنید، اینا بانکای دیفالت خودشه. یه دونه هست که زده کیک لوور لایر کیت، که فضای لو کوبش کیک ما رو تشکیل میده، یعنی سر نداره، اتک نداره، تاپ نداره، اینو نداره روش که بگه دوب دوب اینجوریه، و من خیلی استفاده میکنم ازش. میام اینو کلیک میکنم، بشنویم یه چند تا ازش. مثلا این دنس خوبی داره. حالا اینو به عنوان جنس مادر، اون جنس لو، من میخوام استفاده کنم. تو وهله اول اون تمپویی که دارم میچینم خیلی مهمه. من میخوام 126 همون الکترو دنس بزنم، به خاطر اینکه این ویدیو رو میخوام من از پایه توضیح بدم و پایه ترین و راحت ترین استایلی که میشه توضیح داد به نظر من الکترو دنسه، به خاطر اینکه برعکس اینکه با ساده ترین روش میشه ساختش، به ساده ترین روش هم میشه یه جوری ساختش که خفن صدا بده، سگ صدا بده. پس از اولین سبکی که میشه سگ صدا داد توش شروع میکنم. خب نسبت به تمپو، اول میام پترنمو میذارم روی 1/4، چون کیکی که ما توی سبک هاوس میچینیم که الکترو هاوس هم
شامل این قضیه میشه، کلا یک چهارمیه که پشت سر هم داره میره. خب مهمترین نکته‌ای که باعث میشه کار ما سگ صدا بده اینه که تقریبا همه چیز رو درست محاسبه کرده باشین، همه چیز رو. بر فرض مثال دومی که توی لوی این فرکانس ما هست، باید وقتی که میره تحت فشار قرار میگیره درست باشه، اضافی نباشه، یعنی اینجوری نباشه که دوم کیک قبلی بره توی کیک بعدی. حالا این دوم لوی ما چی میشه؟ میشه ریلیز. برای اینکه تو مستر من معمولا 10 دیبی 12 دیبی له میکنم، میخوام بیام اینجا همین قضیه رو تقریبا شبیه سازی کنم که بگیم آقا این الان رفته تو مستر کیک ما 12 دیبی له شده. خب اول از توی جنس ریلیز خود میدیمونو کم میکنم، اصلا کلا یعنی دیکه میدیو کم میکنم، اندازه خود میدیو کم میکنم که ببینم که اون دومه درست میشه. الان اینجا خوبه به نظرم، یعنی تو این حد از فشار خیلی اندازه داره میزنه به نظرم. حالا به اندازه یک بار دوتا من کیک چیدم که با فاصله هستم، فریزش میکنم و اینو ویوش میکنم که شکل اصلی کیکمونو ببینم. خب حالا ما اینجا چی داریم؟ دوتا کیک مادر داریم، کیک اصلی. این کیک زمانی که ما یه تاپ بذاریم روش، یعنی یه سر بذاریم روش، یه دونه اتک بذاریم روش، دیگه متعلق به ما شده، به خاطر اینکه این کیک بدنش یه بدنه‌ای بوده که لازمه، نیاز داریم تو کارمون، و بعداً اومدیم روی این بدنه ما یه صدای جدیدی اد کردیم و دیگه این جنس شده مال ما. یعنی الان صدا سازی محسوب میشه اینجا. یعنی اگر کسی گفت من کیک ساختم، بعد ببینید از چه راهی ساخته. مثلا یه کیک اومده اکولایز کرده، منظورش اینه، یا اینکه نه واقعا اومده از پایه یه کیک ساخته، کاری که ما داریم میکنیم. کیک ساختن یعنی این. توی سبک الکترو دنس همه چیز به صورت پروگرسیو داره میره جلو. پروگرسیو یعنی چی؟ یعنی از یه سری اجزا، یعنی قانون کمیت داره توی این موزیک اتفاق میفته. قانون کمیت چی میگه؟ میگه اگر چیزای خوبی تو دست و بالت هست، مثلا 150 تا، اصلا 100 تا المان خوب تو دستته، بیا این 100 تا رو تو مدت زمان پروموتی که داری میکنی، مثلا میخوای این 100 تا رو ازش ویدیو بگیری، یا میخوای این 100 تا رو حالا هر جوری که میخوای نشون بدی به مخاطبت، قانون کمیت میگه بیا این 100 تا رو با نظم و ترتیب آروم آروم رو کن برای مخاطب. یعنی اول بیا اگر 100 تا چیز خوب داری، 20 تاش تاپه و 80 تاش اوکیه، بیا اول 10 تا اوکی با یه دونه تاپ رو کن، جلوتر که داره اتفاق میفته، پارت بعدی که داره تکرار میشه، از اون 10 تا که یه دونش تاپ بوده، یعنی مثلا 9 تا معمولی بوده یه دونش تاپ بوده شده 10 تا، بیا حالا اینجا 7 تا معمولی 3 تا تاپ رو کن تا بیاد بشه 9 تا تاپ یه دونه معمولی تو اون قسمت درا. بعد دوباره همینو تکرار میکنیم، میریم پایین و میریم بالا. در مجموع ما 100 قلم جنس داشتیم که تو این 100 قلم جنس 20 تا تاپ داشتیم و کامل از اون 20 تا تاپمون به نحو احسن استفاده کردیم، طوری که شنونده خسته نشده. خب حالا دلیل این کار چی؟ اصلا برای چی این کار انجام میدن؟ یه دلیل خیلی حرفه‌ای داره، به خاطر اینکه موزیک کاملا تکراریه، یعنی یک تکرار در تکرار در تکرار، و این تکرارها باید انقدر نزدیک به هم باشن و انقدر نسبت به هم متمایز جذاب باشن که 4 دقیقه 5 دقیقه مخصوصا تو تایمای الکترو هاوس، که الکترو هاوس های خفنی که منتشر شدن، من اکثرشون رو نگاه میکردم 7 دقیقه 6 دقیقه بودن، یعنی 6 دقیقه مخاطب رو کاری کرده که جذب این کار شده، یعنی دیوونه این کار شده. و ببینید این آرتیست چقدر خوب اومده این 6 دقیقه رو خیلی زیبا ارائه داده، یعنی خیلی نسبت به هم متمایز و جذاب و خیلی مرتبط به هم، یعنی یه داستان قشنگ، یعنی یه داستان رو روایت کرده آروم آروم.
این فیلمی که میبینید الان، تمام فیلمایی که شما میبینید، تمام کلا هنری که شما دارید میبینید جلوی چشمتون هست، بر اساس قانون کمیت داره ساخته میشه. حالا یه سری ها به صورت ناخودآگاه اینو میدونن، یه سری ها رفتن دنبال این علم و خیلی مهندسی شده دارن، به صورتی که از این قانون برای بهتر شدن بیزینسشون، موفق شدن تو بیزینسشون استفاده میکنن. حالا بر حسب این همه چیزی که گفتم، قانون کمیت، اولین کاری که ما باید توی کیکمون انجام بدیم توی قانون کمیت اینه که توی 4 تا کیکی که ما داریم میچینیم، این 4 تا میخوان دوباره تکرار بشن، یعنی دوب 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 دوب. به وسیله اسنر، به وسیله کلب، های هات و کلا جمع لوپامون، ما این جمله ها رو طولانی میکنیم و یه کاری میکنیم که اصلا خسته کننده نباشن. ولی حالا چیکار کنیم تو تک لاین ها هم این اتفاق بیفته؟ مثل کیک که کاملا تکراره، یعنی کیک از اول تا آخر یکی که معمولا میبینیم مثلا بعضی جاهاشو فیلتر میکنن میارن پایین و اینا. حالا ما چیکار کنیم خیلی بیشتر متمایزش کنیم اینو؟ راه حلی که من دارم خیلی ساده است، یعنی من همیشه از این قضیه جواب گرفتم و دوست داشتم که با شما هم در میون بذارم این قضیه رو. کیک اول معمولا کیکیه که خیلی چیزای شلوغی توش خورده میشه، مثلا کرش ها میخوره همون سر کیک اول، یه سری پرکاشن، یه سری های هات ها همون سر کیک اول هست، تو بعضی ژانرها مثل اسلپی هاست بیس حتی تو همون کیک اول میخوره، یه دون 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 اون دون اولش که میخوره دقیقاً سر کیک اوله. این باعث میشه که کیک اول خیلی تحت فشار قرار بگیره. پس کیک اولو یه کوچولو اتکشو میگیرم ریز و دومشم یه کوچولو میگیرم، یعنی میذارم تقریبا اون حجم اصلی خودشو، حالا هر چقدر که هست داشته باشه، اصلا باش کاری ندارم. سر کیک دوم و اندازه 1/16 خونه، یا شاید حالا یه ذره بیشتر، 1/8 ریلیزشو کوچیک‌تر میکنم. بعد میام اینو تکرار میکنم که این بشه 4 تا، بعد لوپش میکنم، گوش میکنم ببینم که فرقش رو احساس میکنم تو این قضیه یا نه. اگر فرقش خیلی فاحش باشه باید کم کنید دیگه، این قضیه رو خیلی کم کنید، فرقش جزئی باشه، فقط احساس بشه. کاری که ما داریم میکنیم الان، کاری که داریم احساس تولید میکنیم، یعنی به وسیله نرم افزار و کارهای علمی که تو این قضیه به دست آوردیم و داریم وایب تولید میکنیم. حتی تو کیک شما حساب کنید این قضیه وقتی زیاد بشه، کی کلب اسنی فلان وکال، چقدر اون موزیک خفن و خسته نکننده میشه خسته نشونده میشه خیلی. خب حالا کیکو گوش کنیم. به نظر من خوبه. تو قسمت دوم، یعنی کیک دوم، داره یه اتفاق جزئی میفته و تو قسمت کیک آخر، کیک چهارم که معمولا اینجاها پاساژ میخوره، پاساژ اینجور اتفاقات میفته، بازم یه ذره ریلیز کم شده. یعنی کیک اول و کیک سوم، 1/4 اگر حساب کنیم، کیک اول و کیک سوم تقریبا کیکای تکراری هستن که اوکی ان. به خاطر چی؟ کیک اول کیکیه که گفتم دیگه اولش خیلی شلوغه، کیک دوم کیکیه که زیر کلپ و استر و اینجور چیزا میخوره و خوبه که یه کوچولو کوچیک‌تر باشه، اجازه بده به کلپ و اسنیرمون که دیده بشن اینا. دقیقا همین اتفاق هم تو کیک بعدی میفته، یعنی تو 1/4 های بعدی میفته که تو 4 خونه باز به خاطر اینکه کلپ میخوره و اینجور چیزا یه کوچولو ریلیزش کوچیک‌تره. میتونیم یه کوچولو هم اتکشون رو کوچیک‌تر بکنیم نسبت به کیک‌های اول. این باعث میشه که سر کیکمون هم مخصوصا بادی قضیه این بدنه یه کوچولو باشه، اجازه نفس کشیدن به اسنیر رو اینجور چیزا هم بده. حالا ما تاپ میخوایم، سر کیکو میخوایم کیکمون یه سر باحالی داشته باشه. قانونی که تاپو میذارن معمولا قانون مشخصی نداره، جز این که اون جنسی که دارید استفاده میکنید برای تاپ جنسیه که پشت سر هم وقتی میخوره خسته کننده نباشه. یعنی مهمه چی میذارید. مثلا بر فرض مثال من اکثر سرایی که روی کیکام میذارم های هاته، یعنی از رو های هات رو میارم میبرم میذارم رو سر کیکام، به خاطر اینکه به نظر من شفافترین جنس و زیباترین جنس توی موزیکا های هاتان. حالا تاپی که من میخوام روی این قضیه بیارم، خب باید های هات باشه دیگه. میام تو این قسمت شیکرا ببینم این یه سری هایای باحالی داره که بهم بده تو همین لدال. حالا اینو، این جنسو،
این خوبه، یک کوچولو سر تمیز داره میده به ما. خب حالا منم میام همینو، یعنی میام همینو فریزش میکنم، دوباره ویوش میکنم، به صورت ویو داریم میبینیم که چه اتفاقی داره میفته. خب یک کوچولو اینو میکشم عقب‌تر، اینجایی که داره یه ضربه ای میزنه تقریبا، اینو میارم اینجا، خاطر اینکه اینجا کیکم و همچی ضربه ای نداره، اینو بذارم اینجا، بذارم دومشو بگیرم. خب برای اینکه بفهمیم دقیقا جایگاه این صدا کجاست، این صدا الان خیلی هایه، یه بار دیگه همین صدا رو اد میکنم اینجا، پیچش میکنم چند تا پایین. خب الان ما دو تا تاپ داریم که باید بیاد روی کیک اصلی ما. برای اینکه بدونیم چجوری باید اینو مدیریت بکنیم، این اصلا قانون کمیت الان اینجا چجوری به داد ما میرسه، اینجوریه که میایم روی مسترمون، در وهله اول مسترمون رو مونو میکنیم. حالا با هر پلاگینی شما میتونید کار بکنید، مثلا اسوان یه پلاگین ایمیجره، یه ایمیجر معمولیه که وقتی اینجوریش کنین، بکشیدین اینجوری پایین، مونو میشه کل کارتون. و خوبه که مونو در بیارید این قضیه رو، به خاطر اینکه کیک ماهیت اصلی کیک مونوه. خب میام یه دونه فیلتر اد میکنم، فرقی نمیکنه، میتونید این کارو با اکولایز انجام بدید. اکولایز رو به صورت فیلتر اد میکنم، میذارمش روی 3000. چی کار میکنه؟ 3000 به بعد رو به من نشون میده. همونطور که میبینی تو این کیکمون، کیک بادی مون اصلا نداریم این فرکانس، که خوبه. اینجا میبینی خیلی زیاد هم است. حالا اینجا این وسط کیک یه جورایی. بریم از 300 شروع کنیم. خب جنس دومی که پیچش کردم پایین یه جنس لوتریه دیگه، پس تو ممکنه که الان تو این محدوده ما، قطعا تو این محدوده 300 به بعد فرکانس داره. الان باید اینو با کیک بالا مچ کنیم. به نظر اوکی داره میاد. حالا کیک پایینیو که های خیلی زیادی داره رو میخواییم باش مچ کنیم. به نظر اینجا با حال میاد. لیر دوم ما یک کوچولو میگیریم، یک کوچولو هم هایشو به نفع تاپ کیک پایینی که های بیشتری داره، های تمیزتری داره، کم میکنیم که بیشتر همون قسمت لو کیکو پوشش بده. حالا ما چقدر چیکار کردیم؟ 20 تا وسطی رو کم کردیم، 18 تا پایینی. این الان کاملا اشتباهه. ما کاری که درآوردیم، یعنی این حد از ولومی که درآوردیم، چیزی بود که گوشمون به ما گفت درسته. مثلا اینجا الان یعنی من به نظرم اینجا جاشون درست بود. ولی توی واقعیت توی کار خیلی کوچولو میشه این کیک. کیکی نیست که بتونیم زیاد ازش استفاده بکنیم. بعد چیکار کنیم؟ بعد بیایم این سه تا کیکو بکنیم تو هم دیگه. و مثلا بر فرض مثال میتونیم از کمپرسور استفاده کنیم. یه کاری باید بکنیم که این ستا برن تو همدیگه با فشار و نشون بدن که جای اصلیشون کجاست. یعنی این چند تا باید چی رو بالا پایین کنیم که این کیک، این ستا کیک بشن یک کیک یه جورایی. خب همینطور که میبینین اتکای ما الان ببین چه پایین هن نسبت به اتکه کیک بادی ما. این داره میگه که یعنی اصلا خیلی درست نیست این قضیه. خب الان نگاه کنی 8 تا من تقریبا اومدم پایین تو کمپرسور، 8 تا اومدم پایین، میتونم اتک رو کم کنم
ریدیز هم کم کنم، حالا ریشیو هم 4، و هر کمپرسوری میتونید این کار انجام بدید. یه کمپرسور رو کنید، اتکش رو کم کم کنید، ریلیزش هم کم کم کنید. از پایین بیایید بالا. وقتی صدا از پایین میاد، یعنی از دور میاد میرسه به شما، تازه میفهمید که جاش کجاست. میدونی چه؟ به خاطر اینکه ما عادت کردیم، از بچگی مغز ما عادت کرده که محاسبه کنه صدای کم و زیاد و تو فاصله مسافتی محاسبه کنه. یعنی یه صدایی اگه ولومش کمه، مغز ما ناخودآگاه میفهمید دوره این صدا. میدونی اینم غریزه است، به خاطر غریزه شکارمونه. و اوکی، هر چقدر این صدای نزدیک میشه، مغز آماده تره که مثلا جلوگیری کنه و بدن آماده کنه که اگر شکاره فرار کنه، یا اگر میتونه بره شکار کنه. میدونی چون ما ذاتاً شکارچیم. از این غریزه اگه بخوایم تو میکس استفاده کنیم، جدی دارم میگم این قضیه رو، بخوایم استفاده کنیم، بعد صدا رو ما از دور بیاریم، کمپرسور رو تا آخر زیاد کنیم که این ستا تا جایی که میتونن برن تو هم دیگه، بعد میفهمید که چقدر باید این دوتا رو بیارید بالا، یعنی لایه های پایین رو بیارید بالا. از پایین میایم بالا. اینجا به نظر من خوبه. چقدر زده؟ زده 6، منفی 6. اینو 6 تا میام بالا. 1 2 3 4 5 6. الان بدون اینکه ما فشار اعمال کنیم تقریبا اینجوری شد کیک ما. حالا دوباره کمپرسور رو میزنیم، یک کوچولو میایم پایین. حالا آروم آروم اتک رو باز میکنیم، یعنی همون اندازه دوباره 6 تا اومدیم پایین. حالا ریلیز. تو قسمت بعدی، خب حالا شما میتونید اینو اکسپورت بگیرید و داشته باشید، چون دیگه از اینجا به بعد دیگه باید رو ویوش کار کنیم، یعنی باید میکسش کنیم. کاری که من میکنم اینه که ضبط میکنم توی ایبلتون، من میتونم رندر بگیرم این قسمت رو به صورت شخصی توی یه لاین دیگه. سر همین از اینجا من اینو میذارم ضبط شه. خب کیک ما الان آماده است، آماده یه طبقه. کلن همشونو تهشونو یه دست میکنم، با اینکه اینا متفاوتن توی اتک و ریلیز، ولی یه کوچولو زوم میکنم، یعنی خیلی زوم میکنم، خیلی یه کوچولو هم نیست، خیلی زوم میکنم نوک قضیه رو میگیرم، ولی خب یه کوچولو میگیرم. دلیل این کار چیه؟ دلیل این کار اینه که تا میتونم نقطه اتک رو، یعنی حالا مثلا اگه از اینجا شروع میشه تا داره میره جلو، نقطه اتک هر لاینی رو از خود کیک، یعنی اول از خود کیک، با قانون همون کمیتی که گفتم دارم کم میکنم، خلوت میکنم. میدونی که بعدن الان روی این کیک، حالا اسنیر اومد، کلف اومد، های هات اومد، بیس اومد، وکال اومد، هر چی که اومد، حداقل از قسمت کیک تو لاین کیک یه خط کوچولو جزئی خلوته. حالا از همه لاینا اینجوری یه کوچولو میگیرم و این باعث میشه که کلا کوبشه متمرکز بشه رو اون چیزی که میخواین. مثلا میخواین کیک بکوبه با بیس، اونجا خلوته دیگه، زیاد میکنین اتکا این دوتا رو و یا اول فاز سگ. کیک اورجینال ما ممکن الان بگید اصلا قشنگ نیست، چیه این ساختی؟ ولی خب باید بهتون بگم که این کیک یه جور کیک مادره دیگه. الان کیک هر چی اگه صداش قشنگ باشه یا بد باشه، کیک مال ماست، میدونی، برای خودمونه. و اگر ما این علمو داشته باشیم که یه کاری بکنیم همین کیک سگ صدا بده، دیگه سوپر استاری شما دیگه. حالا من تو قسمت بعدی یه دونه پلاگین اضافه کردم به اسم ترانزیت مستر. این ترانزیت مستر 3 تا ناب داره. ناب اولش، حالا از راست اولش، چیزی که مشخصه نوشتم بالاش، گینه، یعنی ولوم اون لاینتونه. دومی ساستینه، یعنی همون قضیه ریلیزه، و یعنی از اتک شروع میشه و ادامه‌ای که داره میره.
همون ساستین است که اگر کمش کنید به قسمت به سمت چپ بکشیدش، دوم کیک کلن کوچیک میشه و بدید راست دوم کیک بزرگ میشه. این پلاگین تو ساخت این صدایی که الان ما میخواییم، یعنی تو روند ساخت این پلاگین این صدا خیلی تاثیر مثبتی داره. این پلاگین اولین کاری که میخوام بکنم اینه که سر کیک رو خوشگل کنم، اینو میدم بهش. اصلا همینقدر میبینید که خیلی سفت و بامزه شد کیکمون. حالا یه پلاگین ما میخوایم که کیکمون رو پنبه‌ای کنه، پلاگینی که بعد تو این قسمت میخوایم پلاگین کلیپره، یعنی ما یه پلاگین میخوایم که کلیپ کنه این قضیه رو و علاوه بر این که داره کلیپ میکنه یه جوری اتک ما رو ورداره، اتک سر کیک ما رو ورداره که کیکمون یه ذره پنبه‌ای بشه. حالا نسبت به ژانر و سلیقه دیگه، ریور با گیتش رو میبندم. ریبلشو میدم پایین یک کوچولو. خب همونطور که میبینید یه فرکانس پنبه طور داد به کل کار، یعنی یه بوم خیلی خوشگلی داد به کل لاین کیک من، یعنی کیک من اصلا به این تبدیل کرد. حالا تو اینجا چند تا ناب هست که هر کدوم از این ناب یه کاری انجام میدن. کاری که من کردم اینه که گیتو که دقیقا مثل همین ترانزیت مستره تو این قسمت ساستین، وقتی میدادیم چپ یعنی کمش میکردیم، این میمد ریلیز رو کم میکرد دیگه و هم زیاد هم میکردیم ریلیز رو زیاد میکرد، یعنی ادامه کیکو این ادامه کیکو رو زیاد میکرد. گیت میاد چیکار میکنه؟ گیت میاد بیش از اون حد، مثلا اگر ترانزیت مستر میاد از اینجا کم میکنه تا اینجا، دیگه از اینجا به بعد نمیکنه، این میاد اصلا ردم میکنه تا حتی تا اینجا، یعنی تا اینکه خفه شه، به خاطر اینکه هارد داره و سافت. قسمت سافتش اینجوری طور میاد میبنده، یعنی اینجوری طور میاد کم میکنه. و فرمت هاردش هم خیلی اینجوریه دیگه، یعنی یهو میاد اینجوری میبنده که تقه میده وقتی میذارید. و واسه همین من سافت تور میبندم که خیلی نرم میاد این قضیه رو اعمال بکنه. حالا 10 دی بی هم من ساب بهش دادم. فرمت سابم 3 تا فرمت داره، گوش میکنم اینا کدومش به کیک من میاد، یعنی میاد که کیک باشه. این به نظر بیشتر میاد. حالا کمپرسور رو زیاد میکنم، این به نظر باحال میاد. الان همین سازه باحال داره صدا میده به نظر من. حالا میام چیکار میکنم؟ فریز میکنم این دو تا پلاگین رو روش و سیوش میکنم. کیک ما همچین شکلی گرفته به طور فاینال اگه بخوایم ببینیمش، یعنی ما هی شیپ کیک رو عوض کردیم تا جایی که اینجوری شد. حالا برای اینکه از سر کیک که داره میزنه راضی باشیم، بعد یه کوچولو کل سر کیک رو بکشیم جلو، مثلا اینجوری. و بیایم سر رو بدوزدیم سرش رو قطع کنیم کیکمون، یعنی کیکمون یهو وارد بازی بشه. و همونطوری که گفتم میتونیم بریم یک کوچولو هم ساستینش رو کم، یعنی اون اتکش رو کم کنیم. که خیلی میدونیم یک کوچولو، آره همون اولین نقطه شو، که خیلی اذیت کننده نباشه، بخاطر اینکه کیک جنسیه که به شدت تکرار میشه، میدونی بارها و بارها و بارها. مثلا توی یه موزیک 6 دقیقه ممکنه
1600 تا کیک پلی بشه پشت سرم، یعنی تکرار و تو مخ میره. هر چقدر که بتونی پنبه ایتر و کلا جزئی تر کیکو در بیارید، به این که موزیکتون خسته کننده نشه حال دادید، یعنی کمک کردید. حالا من از این کیک خیلی راضیم، به نظر من خیلی نرم و تمیزه. حالا تو قدم بعدی باز ما یه لدال میاریم. لدال میشه انباری ما یه جورایی، میریم از سوش وسایلا رو میاریم، انبردست اونجا چیزا رو میاریم و متریال هم میاریم، حالا مثلا حالا هر چی که هست، مثلا چوب میاریم و شروع میکنیم با وسایلامون، با اون تراشی که داریم، با اون اتفاقاتی کلن، اون تجهیزاتی که داریم، چوبو تراش میدیم و شیپ میدیم و شکل میسازیم ازش. حالا میایم تو قسمت بعدی. من چون میخوام الکترو دنس درست کنم، این پروژه میخواد الکترو دنس بشه، یه اسنیر و یه کلاپ میخوام، یعنی در نهایت یه کلاپ اسنیر میخوام. کلاپ هم باید تمیز باشه، اسنیر هم باید چاق باشه، یعنی اینجوری من دوست دارم. اول از این کلاب شروع میکنم، یعنی اول با این کلاب شروع میکنم. خب تو ریلیز، کلن ریلیز توی کلاب خیلی مهمه، سر همین از اینجا کمش نمیکنم. ویف که شد اونجا باش ور میرم و دستکاریش میکنم. الان این کلاب ها من دوست دارم. حالا تو میدیه بعدی اینو داپلیکیت کردم، کلا این لاین رو داپلیکیت میکنیم، یه دونه دیگه کلاپ دیگه به صورت لیر پهن‌تر و چاق‌تر میخوایم. اینو دوست دارم. حالا جفت اینا رو فریز میکنیم و ویو میکنیم چون دیگه کاری باشون نداریم. اول از همه کلپی که چاق‌تره و فرکانس‌های بیشتری داره رو میاریم. کاری که باید اول از همه انجام بدیم اینه که جای کلپ رو مشخص کنیم. اگه سر کیک داره اینجا میزنه تا اینجا، مثلا کلپ همینجا بزنه، جلوتر بزنه، عقب‌تر بزنه، به خاطر اینکه این خیلی باعث میشه اصلا بفهمین جای کلپتون کجاست. میدونی؟ نظرم اگه سر کلاپ رو ببریم، حالا با این بازی کنیم بذاره، اینجا فکر کنم باحاله، یعنی خوشم میاد ازش، انا جایی که داره. خب حالا ولومشو ما که مونو کردیم مستر رو، دوباره میایم همین 300 رو روشن میکنیم. اینجا خیلی مهمه که کلاب از کیک بیرون نزنه، یعنی بیرون تر نزنه. اگر میخواد بزنه اصولی باشه این قضیه. حالا اصولش چیه؟ اصولش هم اینجوریه، یه دونه کلاج میزنم، میزنم 3000. خب طبق الان مثلا جاش به نظر من اینجا بد نیست. به نظر باحال میاد. میام حالا اینجا رو یک کوچولو اینجوری میکنم، اجازه میدم که کیک تو اون قسمت بدرخشه. خب طبق تجربه وقتی کیکو داشتیم درست میکردیم دیدیم میگه 6 تا گوشه من خودم به شخصه انگار پایین تر محاسبه میکنه، یعنی همون کمیت توم هست، دوست ندارم زیاد بیاد بالا، ولی خب اشتباه این قضیه. دوباره با این، برای اینکه بفهمیم چی کار داریم میکنیم و چقدر درسته این قضیه همون، میایم اینجا یک کمپرسور باز میکنیم، دقیقا همون مراحل.
میذاریم 6 تا میام پایین. تقریبا 10 تا اینا که وقتی یعنی میاد پایین و یه ذره با اتکش بازی میکنم، 10 تا که این ور اون ور میشه، یعنی ولومی که داره کیکو میاره پایین 10 تقریبا، یعنی 10 تا که میاد پایین انگار اندازه یه کلپه میشه. پس من 10 تا اینو میام بالا، منفی 20. بازم حتی به نظر من پایینه. کنم اینجا خوبه. حالا تو مرحله بعدی میام اندازه 1/32 دو کلاپ رو نمیبرم ولی فید آوت میکنم یک کوچولو. به نظر باحال شد. حالا کلاپ پایینی رو دوباره از همینجا میام میذارم شو 3000 و ببینم پایین جاش کجاست. این هم تقریبا 8 به نظر منطقی طور میاد. حالا یه ذره جای این کلاب بالایی رو عوض میکنم. این به نظرم خیلی باحال داره میاد. نمیام میذارم اینجا. حالا این دوتا رو میکنیم تو هم. کمپرسوری که من استفاده میکنم برای 25000 برای چف کردن کلاب API 2500 که خیلی خفنه، خیلی خفنه. من تقریبا همه چیز رو تست کردم و فهمیدم چی به درد چی میخوره. میام میذارم رو اسنیر، این شکلیش میکنه جنسو میکنی. این چی باحال میشه؟ این سرشه که باید هماهنگ بشه با کیک. کیکو از تو این گروه که تو چیزی هم توش نیست در میارم، بذاریم بالا این. الان من اینو دوست دارم، احساس میکنم منظم و دقیق و یه دسته. میام الان چیکار میکنم؟ ضبطش میکنم کلاپمو. خب اینم از لاین کلاپ. من کلاب اورجینال ها رو پاک میکنم. پس ما الان یک کیکو کلاب ساختیم اینجوری. که خیلی به نظر من باحاله. خب اینم از قسمت اول سگمگ. تو قسمت بعدی ادامه این قضیه رو میریم که چی کار باید بکنیم. یعنی الان تا اینجا اومدیم که کیکمون در اومد، کلاپمون در اومد، فوق‌العاده شد، من خیلی راضیم ازش. و حالا تو قسمت بعدی اینجوریه که باید بفهمیم چیکار کنیم کیک به کلاب بیاد و چیکار کنیم کلاب به کیک بیاد، یعنی چی میخوان. چیزی که الان مد نظر منه و تو ذهنم هست اینه که کیک یه ذره کمپرسور میخواد که کوچیک بشه کلاب بیاد روش، کلاب هم یه ترانزیت مستر میخواد که ریلیزش بیشتر بشه که بیفته رو کیک یه جورایی، یعنی با هم دیگه هماهنگ تر بشن حالا کیک و کلاب. تو قسمت بعدی این کار انجام میدیم و بیس.
و هایت فکر میکنم و حالا تا هر جایی که بشه دیگه. این قسمت رو من چون دوربینم مشکل پیدا کرده بود با گوشیم گرفتم، گوشیم 8 یه ساعت تصویر اگر میبینید لو کوالیتیه به خاطر اینه، ولی دفعه دیگه با دوربین میگیرم. و گرچه اصلا مهم نیست این اپیزود سگمگ، اصلا واسه همین گرفتم به خاطر اینکه بیشتر اون چیزی که شما نیاز دارید بدونید این کارهایی که من دارم انجام میدم، یعنی خودم خیلی کیفیت هم اول اینترو آخر دیگه مهمه دیگه. دمتون گرم که تا اینجا من رو من بودید، امیدوارم خیلی بهتون خوش گذشته باشه و قسمت بعدی از دست ندید. سعی میکنم زود به زود بذارم، حداقل هر یه هفته ده روز یه دونه ویدیو بذارم و یعنی سعیم اینه که ماهی سه تا بذارم. دمتون گرم، پس پیس.